من نمیتونستم با یوسف ازدواج کنم. فکرشو بکنی، خوشحالی که تو صورت عاشقای فداکار وجود داره خیلی فرق میکنه با عاشقای موفقی که تا حالا دیدم. میدونین چی میگم؟ راستشو بخواین خدا هم همینو میخواست، برای اینکه زمانی که از یوسف جدا شدم خیلی مصیبت ها سرم اومد و اینکه وقتی قرار شد با عمران موقعی سخت کنم همه چی درست شد. حس کردم که انگار قرار بوده همین بشه، ولی عمران موقعی خیلی عجله داشت، وگرنه دلم برای اونم داشت میسوخت. اگه اونم میخواست میتونستم باهاش زندگی کنم. یه مدتی به یادش بودم و بعد فراموشش میکردم، همونطوری که دختر یادشون میره. میدونی از حرفات چه برداشتی میکنم؟ انگار که دارم تنبیه میشم. اشتباه 25 سال پیش هنوزم ولم نکرده. درسته که بعد از جدایی هیچ کدوم از ما نمردیم، ولی اگه با دقت دوتامون رو نگاه کنی میبینی هر دومون بازنده ایم. وقتی مادرش مرد خیلی کوچیک بود، اونقدر کوچیک که ازم سوالی هم نکرد. دخترموش حمایتش میکرد و خیلی هواشو داشت و به همین خاطر الانم اونو خواهر واقعیش میدونه. همون بهش عشق و محبت رو یاد داد، وگرنه خودش با عزیزانشم مثل غریبه ها رفتار میکرد. بعدش میدونی بعد از تو هم کاملا مثل غریبه ها شده، فقط از کار حرف میزنه، هیچ کسی رو دوست نداره. اگرم دوست داره خب نشون نمیده. من میدونم که اون آخرشم با نادیا زندگی میکنه، تو هر شرایطی زندگی میکنه، حتی یوسف بهش محبتم میکنه، ولی به سن من که رسید یه بار حتما ببینش دخترم. وقتی هم دیدیش با دقت نگاهش کن، اگه حس کردی داره زندگی میکنه محکم لگت به قبر من بزنه، بگو وجیه احمد تو دروغ گفتی. عمو لطفا، دخترم تو این ازدواج عشق و عاشقی که داشتی و ول کن، فقط همینو بگو که اگه تو رو تو عروسیش دعوت کنه تو میای. اگرم همین الان با اطمینان بگی بله عمو تو عروسی شرکت میکنم، اینم بگو که دخترم زمان عقد یوسف با نادیا روبروش میشینی؟ چون نادیا همین شرطو برای ازدواج گذاشته، وگرنه ازدواج نمیکنه. بگو دیگه دخترم، اگه واقعا دوست داری اینقدر فداکاری کنی پاشو بیا شرط نادیا رو قبول کن. فداکاری که میکنی کنار این کارت خیلی هم ثواب میکنی. میدونم کار سختی، معلومه اون بیچاره روبروت میشینه، اون چشم تو چشمت میشه و قبل از فداکاری کردن نفست بند میاد.
من امروز اولین بار اومدم پیشت. زمان رفتن حس میکنم که آخرین باریه که اومدم. چند قدم که برم میرسم بیرون در. به خدا قسم من دیگه بر نمیگردم. برای همین تصمیم تو عوض کن، یا شرط نادیا رو قبول کن، یا اینکه مثل من تا آخر عمرت پشیمون میشی و زجر میکشی. صبر کنین عمو، من تو عروسی شرکت میکنم. موقع عقدم رو صندلی روبروی نادیا میشینم. بهش بگین عمو اگه خواست میتونه تو چشمام نگاه کنه. My adore.